سلام. خیلی خوشحالم که دوباره توی شهر یزدم. من دوره فوق لیسانسم رو در این شهر بودم و هر جایی که میرم، در هر شهری در کشور که میرم، این رو با صدای بلند میگم که از بین همه شهرهایی که توی ایران بودم، شهر یزد رو به خاطر مسائل خیلی بیشتر دوست دارم. یکی از اون مسائل اینه که توی این شهر خیلی چیز یاد گرفتم. ما توی حوزه مدیریت میگیم سازمان یادگیرنده، و یه وقتایی هم شاید یه مفهومی باشه به اسم شهر یادگیرنده، یعنی شهری که بلد یاد بگیره. احتمالاً یزد میتونه یکی از اون کاندیداها باشه برای یک شهر یادگیرنده. صبح خلاق یک رویداد جهانی و بین‌المللیه و توی هر ماه، اگه اشتباه نکنم از نظر بازه‌های زمانی، یک موضوع رو شهری که تازه به این جماعت پیوسته اعلام میکنه، یک ایده رو میگه و اون میشه موضوع کار شهر، شهرها، این در واقع کامیونیکیشن برای ماه بعدش. من اینجا هستم تا با شما در بچه این اوکیه کار میکنه. من که واقعیتش عادت دارم، به خاطر اینکه توی سخنرانی تد شهر اصفهان کلا موقعی که سخنرانی من بود برق‌ها رفت و احتمالاً میدونستن کیو انتخاب بکنه، من هم کی با صحبت می‌کردم. قبلش هم به دوستان گفتم من یکم صدام بلنده همینطوریشم و نیازی به این نیست، ولی خب دیگه حالا قراره که ضبط بشه. موضوع امروز ما و چیزی که قراره که با هم دیگه در گفت و شنود بکنیم، ولی قراره که من بگم، فقط بحث مربوط به خلاقیت و تعامل. یه عادتی دارم من، احتمالاً خیلی های شما همین عادت رو دارید، و اون عادت اینه که وقتی میخوام سر در بیارم که دیگران در همه جای دنیا در مورد یه واژه چی فکر کنن، اون واژه رو چه جوری به تصور میارن، میرم توی گوگل و حالا این لغتیه که جدیداً به دیکشنری ما اضافه شده، گوگلش میکنم و بعد عکس‌ها رو نگاه میکنم. من این واژه رو سرچ کردم و اسکرین شات گرفتم. یه همچین عکسایی ما داریم که توی این صفحه می‌بینید. یه فضایی پر از رنگ‌ها، رنگ‌های شاد، دمای خوشحالی که دستشون رو زدن زیر چونه‌شون و دارن فکر می‌کنن. پس به نظر میرسه که تصور عام از مفهوم خلاقیت اینه که همه چیز گل و بلبل و رنگی رنگیه، و تصور اینه که شما دارید فکر، یعنی احتمالاً مثلا من شب برمیگردم از سر کار و کلی مشغله خونه، بعد یه چای میخورم، بعد ریلکس میکنم و بعد یهو از کلم کلی رنگ رنگی در میاد و بعد من مشعوف میشم که ای وای، دارم خلاقیت به خرج میدم، دارم کار خلاقانه میکنم. ولی واقعیتش اینه که با وجود این که همیشه خلاقیت اینطوری نمایش داده میشه، ولی یه چیز دیگه است خلاقیت حقیقتش. یعنی وقتی شما یه کمی عمیق‌تر در موردش میخونید، میبینید که خلاقیت یه چیز دیگه است. این لامپرم خیلی زیاد دیدید وقتی شما بی‌حوصله‌اید. حالا بچهای استارتاپی خیلی احتمالاً بهترین رو میدونن، وقتی بی‌حوصله‌اید و میخواید یه پوستر طراحی بکنید، سری سرچ میکنید، یه لامپ پیدا میکنید، یکم رنگ رنگیش میکنید، اون بالاش میزنید خلاقیت، کارآفرینی، استارتاپ، واژه‌های خوشگل و لامپ. یعنی نمیدونم چرا ما اینقدر علاقمندیم که بگیم که لامپ نماد خلاقیت، نماد رنگی بودن، نماد یه کار جدید انجام دادن. ولی واقعا خلاقیت چیه؟ این سوالیه که من برای اینکه در مورد خلاقیت و تعامل صحبت بکنم باید اول بهش جواب بدم. خلاقیت چیست؟ این واژه یه کمی مثل خیلی دیگه واژه‌های دیگه یه کمی زیادی دستمالی شده، زیادی ازش استفاده شده، زیادی از همه میشنویمش، زیادی همه جا میشنویمش. مثلا چی؟ چه آدم خلاقی، بچه‌مو میخوام ببرم کلاس خلاقیت، خلاقانه درست شده، یکم خلاقیت به خرج بده. هم فعله، هم فاعله، هم صفته، هم موصوفه، هم نمیدونم هر چی که شما فکرشو بکنید در ادبیات که من بلد نیستم، این خلاقیت رو میتونید ازش استفاده کنید. و این باز یک ظلم مضاعف به واژه هاست، برای اینکه این واژه ها رو از معنا تهی میکنه. وقتی یه واژه ای رو از زبان همه و همه جا میشنویدش، یواش یواش اون واژه معنای اصلیش رو از دست میده. و یک ظلم دیگه‌ای که به خلاقیت میشه و ما بد میفهمیمش یا کج فهمی داریم در موردش اینه که مثلا اگه یک کسی کار هنری بکنه میگن آدم خلاقیه،
شما یه کمی موهاتو بلند بذار، البته نه اینکه بخوام خدای نکرده در واقع تو این کرده باشم، من مو ندارم وگرنه حتما بلند میذاشتم. بعد سیگار بهمن کوچیک بکش توی مثلا یه خیابونی که حالا تو شهر یه کوچولو فضای مثلا چه میدونم هنری تور داره، یه چند تا کافه داره، راه برو و احتمالا همه انتظار دارن که از شما خلاقیت بباره. میگید که مثلا توی مدرسه میرید، بعد مدرسه میگه که ما در کنار این که قرار پدر بچه های شما رو با کنکور و تست زدن در بیاریم، برای اینکه حس میکنیم این بچه یه جایی میخواد در آینده داشته باشه، میخواییم برایش یه کلاس هم برگزار بکنیم، کلاس خلاقیت. بعد بچه میره خوشحال میگه خدا رو شکر از دست کلاس های کنکور و معلم های خوشگل ریاضی فیزیک راحت شدیم، میره میشینه توی کلاس خلاقیت و یه معلم خیلی خیلی اخموتر که بوی تند سیگار میده میاد تو و میگه میخواییم مثلا خلاقیت کار کنیم با شما، چی کار کنیم؟ این ماکت رو میبینید، عین این درست کنید. بعد شما میگی که کاش میشد مثلا من رنگش رو تغییر، نه غلط ببخشید غلط میکنی رنگش رو تغییر بده، من میگم عین این درست کن، نمیبینی کور رنگی داری و شبیه این درست کنی. کوزه‌گرا خلاق نیستن و وقتی شما جلوی کوزه‌گری کوزه‌های رو میبینی که عیناً شبیه همن و دارن از روی همدیگه کپی پیست میشن، شما اونجا دنبال خلاقیت نگرد. البته کار دست واقعا یک چیز با ارزشه، البته که اینها دارن منقرض میشن و ما باید تأسف بخوریم، ولی من اینجا هستم تا در مورد واژه خلاقیت صحبت بکنم. یه اشتباه دیگه هم میکنیم، من مجموعی از اشتباهاتی که در مورد خلاقیت و فهم خلاقیت داریم رو دارم میگم. یه وقتایی شما یه مامانی رو میبینید داره افه میاد پیش فامیل که مثلا بچه کوچیک من خیلی سوپر انتلیجنس دیگه، اصلا این نداریم شبیهش توی دنیا، من میخوام اینو ببرمش یه جایی، اینجا داره حیف میشه. بعد میگه خب این خانم کوچولوی آقا کوچولو چی کار میکنه؟ میگه که این مثلا تو دو سالگیم پترن گوشی منو باز میکنه، خودش میره پرو میاره، بهش غذا میده، مسواکشو میزنه، میبره دوش میگیره، میخوابونتش. و ابدای همچین آدم عجوبه احتمالاً در دنیا پیدا نشه و این هم یکی از اون اشتباهات مهلک، به خاطر اینکه بچه‌ها در سن دو سالگی وقتی که مامانشون رو میبینن که در روز یه چیز هلوشه 170-180 برابر متوسط جهانش رو دارم میگم گوشیش رو پترن گوشیش رو باز میکنه، بچه شامپانزن باشه یاد میگیره. یعنی شما کافیه که هی نگاه بکنه و یاد میگیره. پس اگه بچه‌های شما یوزر یه سری دیوایس هستن، یه سری ابزارها رو میتونن ازشون استفاده بکنن، خلاق نیستن و توهم بر نداریم که وای اینا خیلی از بهتر از ما هستن، تو چیزای دیگه بهترن که اصلا اینجا در موردش صحبت نمی‌کنیم. ولی واقعا خلاقیت چیه؟ خلاقیت اونا نیست. من با شما قول میدم که خلاقیت هنر نیست، میتونه هنرمند خلاق باشه ولی اینا همپوشانی 100% ندارن. خلاقیت کار کردن با ابزار نیست، خلاقیت الگو برداری توی کارها نیست. ولی خلاقیت چیه؟ خیلی سخت واقعیتش تعریفش. بعضی از واژه‌ها مثل خلاقیت، مثل فرهنگ، مثل تمدن، این واژه‌ها واژه‌هایی هستن که به قول آقای دکتر عبازدری مثل هوا میمونن، شما هر چقدر سعی کنی که بگیری نمیشه، باز همه جا هست و تعریف ناپذیرن، ولی میتونیم بفهمیمشون. من چند تا واژه رو آوردم برای اینکه بتونیم خلاقیت رو بفهمیم. خلاقیت در زبان خیلی خیلی ساده یعنی الگو ناپذیری، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه مقبول ما باشه چه نباشه، ما الگوها رو در طول میلیونها سال تکامل دادیم تا بتونه زندگی ما رو کاراتر کنه، بهره‌وری ما رو بالاتر ببره. مثلا میدیدیم چه جوری تحت چه الگویی ما کشاورزی کنیم بهتره، اون تبدیل میشد به الگو، بعد حول اون الگو رسم و رسوم هم شکل میگرفت. مثلا ما یه الگویی داشتیم برای برداشت محصول از مزرعه که یک فرهنگ و رسم و رسومی هم داشت به اسم عید برداشت گندم، عید برداشت انار یا هر چیزی شبیه به، و این الگو واقعا به زندگی ما کمک کردن. اما یک زندگی انسانی تنها مبتنی بر الگو خسته کننده و احتمالا به درد نخوره. خود تغییر الگوها اسمش خلاقیت. پس خلاقیت جایی بروز میکنه که الگو نباشه. اگر معلمی تحت عنوان یا با این ادعا که من میخوام به شما خلاقیت درس بدم بیاد و به شما بگه تحت این الگو باید این کار رو بکنید،
شما ته تهش اینه که موزیسیانی میشید که خیلی تبحر در استفاده از یک ساز و نواختن یک نوت یا یک ردیف موسیقی داره، ولی خلاق نیستید. خلاقیت یعنی کسی که در موسیقی حرفی نو بزنه، در نقاشی سبکی نو بزنه. ما بقیه آدم ها که میان و بعد از اون سبک رو، اون مکتب رو پیش میبرن، مقلدین حرفه‌ای هستند. و البته که همیشه حرف نو زدن در رو نداره، یعنی همیشه خاطرخواه نداره. بعضی وقتا یه چک میخورید، بعضی وقتا یه پشتگردنی میخورید، بعضی وقتا متهم میشید، به خصوص در حوزه‌هایی که مربوط می‌شوند به الگوهای کهنی که DNA فرهنگی دارن. حرف نو زدن خیلی راحت نیست. در حوزه‌های فنی می‌شود، می‌تونی ابزار رو تغییر بدی یا ابزار دیگه استفاده بکنی، ولی رسم و رسوم رو تغییر دادن که DNA فرهنگی دارن به این راحتی ها نیست. پس اگر ما میگیم صنایع فرهنگی خلاق، منظورمون این نباید باشه که فقط مثلا فرض بکنید یک کاری که اجداد ما در طول 500 سال 1000 سال قبل انجام میدادن رو تکرار بکنیم. اون خلاقیت یعنی یه چیزی درست بکنید که بعداً در مثلا 50 سال بعد وقتی تاریخچش رو یک کسی در یک کتاب می‌نویسه بگه که به نظر میرسه تحقیقات من نشون میده این در سال 1400 در یه جایی در یکی از مناطق قدیمی شهر یزد استارت این سبک جدید در تولید یک محصول فرهنگی خورده. یه مسئله دیگه در خلاقیت، باز میگم من نمیتونم تعریفش بکنم ولی میتونم واژه‌ای بگم که تفسیر خوبتری ازش بده، بحث تخریب خلاقه. ما در خلاقیت نمیتونیم یه چیزی که هست رو باهاش تعارف داشته باشیم، یه چیزی که هست باید تخریب بشه. این لغت تخریبه یک کم توی فارسی با معادل دیسراپتیو انگلیسیش یه کمی انگاری که نمیشه جور در بیاد. تخریب اینجا به معنای لگد مال کردن گذشته نیست. تخریب اینجا به معنای اون چیزی که آقای کاتوزیان توی کتابش تحت عنوان جامعه کلنگی میگه نیست. تخریب به معنای پشت پا زدن به میراث ما نیست، به معنای انکار گذشته نیست، به معنای یک فرهنگیه که در اون فرهنگ یا یک اکوسیستمیه که در اون اکوسیستم یا یک اجتماعیه که در اون اجتماع اگر یک کسی بیاد بگه که من حرف جدید دارم، اون قدیمیم میپذیره که تو حرف جدیدت رو بزن، تو کار جدیدی که به نظرت میرسه میتونه مثمر ثمرتر باشه رو بکن، نه این که چون من گفتم و منم از بابام شنیدم اون هم از اجدادش شنیده این دیگه وحی منزله. پس تخریب به معنای له کردن گذشته نیست، به معنای اضافه کردن چیزی. بچه های حوزه مهندسی میدونن انگاری که یک پلاگین شما به این چیزی که هست اضافه میکنید. و البته واژه نوآفرینی، یک کتابی هستش با همین عنوان از آقای آدام گرانتی که خیلی الان کتاب ها و نوشتار سر و صدا کرده، نوآفرینی، حتما بخونید. اونجا هم یه مقداری افسانه زدایی، اسطوره زدایی میکنه از مفهوم نوآفرینی و یه چیز قشنگ به ما میگه. نوآفرینی لزومی نداره که دفعتن باشه. یعنی فرض بکنیم که یک کسی که حرف خلاقانه ای داره میاد اینجا میگه که من حرف خلاقانه رو دارم و قرار است یهو اتفاق بیفته. نه، آدم های خلاق و چیزی که شما تحت عنوان خلاقیت ازش میبینی اون کار یه شب نیست، یه جرقه نیست، آهان مومنتی نیستش که توی وان همون به ذهن شما رسیده باشه. باید خیلی انباشته دانش و ویژن و ویزدم توی ذهن شما باشه که یک جرقه ای بخوره. ممکنه یک کسی 20 سال کارهای تقلیدی و تکراری کرده در حوزه هنر تا در نهایت اعتماد به نفس این رو پیدا کرده که یک سبک جدید بیاره. ممکنه یک کسی در حوزه شهرسازی 10 سال مقلد یک سبک بوده باشه تا اون جرقه یک خلاقیت بهش برسه. پس تدریج در نوآفرینی و در خلاقیت هست، در ذات این پدیده است. ما چیزی تحت عنوان جرقه یهوی خلاقیت نداریم. اون انباشته رو شما باید ببینید، اون لایه‌های زیرین کوه یخ رو باید ببینید. برای همینه که ما خیلی 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 اصرار میکنیم که چنین اجتماعاتی باید باشه. 10 تا از این اجتماعات رو باید برید، 10 تا باید استارتاپ رو شرکت بکنید، 10 تا گفتگو رو ببینید،
ده جای مختلف سرک بکشید تا اون انباشته اون لایه ها در ذهن شما شکل بگیره و در یک فرایندی که شاید ما هنوز از نظر علوم عصب شناختی نمیفهمیمش چه اتفاقی بیفته؟ یه جرقه آن مومنت یافتم خلاقانه. خب فکر میکنم آروم آروم دیگه حالا ما فهمیدیم که خلاقیت چیه و حالا میخوایم دشمنان خلاقیت رو بگیم. یک دشمن دشمنیه که تو میسازیش، عادت های تو، و یک دشمن دشمنیه که جامعه های انسانی به تو دیکته میکنن، الگوها، قوانین، رسم و رسوم. اینها دشمنان حرف نو زدنن، نه اینکه خودشون بخوان، بعضی وقتا ناخواسته. آدم های خلاق باید مدام اینها رو در واقع در بوته نقد بذارن. آیا این رسمی که ما داریم درسته؟ آیا این عادتی که من دارم عادت خوبیه؟ باز هم عرض میکنم این به معنای دهنکجی کردن به رسم و رسومات و گذشته و الگوها نیست، این به معنای نقد کردنه. همه ما میدونیم که بستر لازم برای خلاقیت درجاتی از آزادیه. باید یه مقداری آزاد باشید که بتونید این کار رو بکنید، به خصوص در این که خودتون بلد باشید که اصطلاحاً در اون تخریب خلاق خود تخریبی بکنید. من یه عادتی دارم از بلد نبودن کار توی تیم، من یه عادتی دارم از این که مثلا همیشه دلم میخواد یه رنگ بپوشم، من یه عادتی دارم از این که یه سبک غذا رو استفاده میکنم، من یه عادتی دارم از این که یک ژانر میبینم، یک ژانر فیلم ها رو دنبال میکنم. و یه وقتایی شما باید یه تلنگری به خودت بزنی که چیز دیگر رو دیدن، چیز دیگر رو تجربه کردن، کار دیگر رو انجام دادن یا یه کار رو به گونه دیگر انجام دادن رو تا الان تمرین کردید یا نه. بچه‌ها این رو دارن، همه انسان‌ها بچه‌هاشون از انجام دادن کارها به گونه دیگر در یک الگوی دیگر ترسی ندارن. آروم آروم که شما وارد جامعه میشید و به شما میگن اینطوری توی پشت این میزهای پشت هم پشت همی توی کلاس بشینید و به معلم گوش بدهید و یک نمره به اسم نمره ترم بگیرید و فارغ التحصیل بشوید و توی رانندگی این کار رو بکنید و این استاندارده و این الگوه، آروم آروم یواش یواش شما خلاقیت رو میفرستیدش گوشه رینگ، مظلوم میشه میره اون گوشه و شما فقط و فقط بردی الگوها و عادت‌ها میشید. کمی سخته که بخوام بیشتر در موردش توضیح بدم، ممکنه که یه حرفی بزنم که خیلی وصله ناجور باشه، ولی خب تا همینجا فکر میکنم که همه ما به یه برداشتی رسیدیم. یه نکته دیگه در مورد خلاقیت که باز افسون زدائی از خلاقیت، همون صحبتیه که اول کردم. خلاقیت مال زیر چونه زدن و خندیدن و از همه کارها فارغ شدن و بعد خلاق شدن نیست. برخی از کارهای خلاقانه‌ای که آدم ها کردن برای ترس از مرگ بوده، برای وقتی بوده که واقعا تنشون میلرزیده، برای این وقتی بوده که واقعا تحت فشار بودن. یعنی اصلا یه حالت ریلکسی که قهوه میخوریم و حرفای خوشگل خلاقانه میزنیم نبوده. از قضا وقتی که در تنگنا قرار میگرفتند یهو خلاقیتشون بروز کرده. این پارادوکس ها پارادوکس های لعنتی دوست داشتنی من اسمشون رو گذاشتم. لعنتی به خاطر این که سر و کله زدش باهاشون واقعا آدم خودش رو میخواد، و دوست داشتنی به خاطر این که اگر نپذیریشون نمیتونی خلاق باشی. یه چیزی روی این دیوار نوشته ببخشید که روی دیوار شما نوشتم، ببخشید که این بلا رو سر دیوار شما آوردن. یه همچین چیزیه واقعیتش، اون آبشخور خلاقیت یه همچین چیزیه. یعنی شما انگاری که چجوری بهتون بگم، انگاری که ماتریکس وار وسط یه سری پارادوکسید و اونجا خلاقیت بروز میکنه. حالا مثالاش خدمتتون میگم و حالا دستورالعمل‌ها. مثلا خیلی از مطالعات نشون دادن که شما وقتی راه می روید احتمال این که ذهنتون خلاقانه تر باشه، خلاق تر باشه بیشتره. چرا؟ چراش خیلی برای ما مهمه، می تونیم تعمیمش بدیم. وقتی شما راه می رید همه سنسورهایی که این مکانیزم شما، بدن شما به عنوان یه موجود زنده داره، تعامل بیشتری با محیطتون دارن. اون واژه‌ای که ما امروز قرار در مورد صحبت بکنیم، تعامل. وقتی من راه میرم، وقتی که در یه مسیر چشمم رو میگردونم، در ناخودآگاه دارم سوژه های بیشتر
میرسونم. مثلا درهای چوبی که یه حالت قدیمی دارن، یه سبک گچبری خاص، رنگی رنگی هایی که وجود دارن، سقف بلندی که مثلا توی خونه آپارتمانی من نیست. وقتی اینا رو میبینم، وقتی در حالت راه رفتن اینها رو میبینم، مغز من مجبور است که اینها رو به عنوان یک مسئله بپذیره و در کنار هم قرار بده. این 1400 گرم نیرونی که توی کله من و شماست، توی جمجمه ماست، مثل همه جای طبیعت اینطوری تکامل پیدا کرده که با میزان کمتری از انرژی کارها رو انجام بده. چرا ما عاشق تصمیمات در واقع خلق و سایم، سریع تصمیم بگیریم؟ برای اینکه مغزت میگه بس دیگه، انرژی مصرف نکن، همینی که اولین راه حل رو برو جلو. چرا تفکر انتقادی مهمه؟ برای اینکه تو هی به مغزت میگی نه، هی فلش بک بزن، برگرد دوباره ارزیابی کن، دوباره گزینه‌های جدید رو ببین، دوباره یه راهکار خلاقانه بده. این مغزای ما گول زنندن، واقعیتش چاره ای نداره، چون تو حالت در خوابم بیشتری میزان انرژی بدن رو همین 1400 گرم نیرون مصرف میکنه. بدن اگه بخواد واقعا راه تکامل رو جلو بره، باید میزان کمتری انرژی به مغز برسه. به خاطر همینه که شما وقتی میشینی چیزی هم نیست، همه اطرافتون تکرار میشه، مغزتون هم الگوهای کمتری بهش میرسه تا در برهم کنش میان این الگوها و ایجاد تعامل میان این الگوها حرف جدید بزنه. این تنها دستورالعمل برای خلاق بودن نیست. من این رو فقط بابت این گفتم که بگم راه رفتن به عنوان یک دستورالعمل برای خلاقیت بیشتر، به دلیلش در واقع اینه که در تعامل بیشتری قرار میده مغز شما رو با آبجوها و سوژه های اطرافتون. اما میایم و از یه چیزی صحبت میکنیم که من و شما هم قسمتی از اون هستیم و مطالعهش واقعا مطالعهیه که به ما در حوزه های حتی علوم انسانی و علوم اجتماعی کمک میکنه، طبیعت. این درخت هیچ وقت دلش نمیخواسته که کج بشه. به این در واقع ویژگی میگیم، توی ادبیات میگیم تاب‌آوری. ولی چرا کج شده؟ درخت هدفش بقاست، هدفش جنگ کردن نیست، هدفش شهرسازی نیست، همه در واقع گونه های دیگه احتمالاً جز انسان هدف اولشون بقا هستش. درخت چون یک سری ناملایمات طبیعی بهش وارد شده، اومده احتمالاً به این فکر کرده که چی کار بکنم که بقا رو داشته باشم. درخت کج شده. این همون جاییه که شما میتونید تبدیلش بکنید به کدی که من چی کار کنم که به هدفم برسم، ضمن این که محیط داره به من فشار میاره. پس من نمیتونم بشینم قهوه بخورم و خلاق باشم. شما باید بجنگی و در جنگ خلاق باشیم. کجا میجنگیم؟ توی استارتاپ ها می جنگیم. با کیا می جنگیم؟ با 1001 مسئله که توی محیط وجود داره و شما باید دونه دونه این مسائل رو حل بکنی که این موجود کوچولویی که داری بغلش میکنی و بزرگش میکنی به اسم استارتاپت فقط زنده بمونه و تو باید از طبیعت یاد بگیری. یه هدفی داری، مثل یه موجودی میخوای این رو به بقیه ثابت بکنی. خلاقیت تو این نیستش که بری یه قهوه بخوری، یه سیگار با هم بکشی، فکرهای عجیب غریب به ذهنت برسه. خلاقیت عجیب غریب هست، ولی اونجاها باور کنید بروز نمی کنه. یک موسیقیدان بزرگ برای اینکه بهترین کنسرت ها رو برگزار بکنه، قبل از کنسرت تمام اعضای گروهش رو جمع می کرد و اونها رو تحت شدیدترین وضعیت ها قرار می داد. یهو وسط تمرین میگفت وایسید، شروع کنید این در واقع ابزار موسیقی رو عوض کردن، تو تارتو بده، تنبک اینو بگیر، اصلا من بلد نیستم، بزن، باید بزنی. برای چی؟ برای اینکه این نوتی، یک احتمالاً، من حالا خیلی توی حوزه موسیقی سر رشته ای ندارم، یه چیزی در میومد از اون قراش میشه کیاس آشوب که هیچکی بلد نبود ساز خودش رو بزنه، که یک جرقه ای در ذهن این ایجاد میکرد. دوستان لب مطلب اینه، خلاقیت توی گوشه و توی اتاق فکر خودت بروز نمیکنه. خلاقیت وقتیه که تو داری میجنگی بابت یه چیزی. حالا اون چیز چیه؟ اون چیزیه که برای من و شما ارزش داره که براش بجنگیم. من امروز برای مثلا یه استارتاپی در دانشگاه اصفهان میجنگم. شما ممکنه که برای زندگیتون بجنگید، یک کسی ممکنه برای کسب و کارش بجنگه، یک کسی برای نام و اعتبار و شهرتش میجنگه. خلاقیت اون موقع‌ها بروز میکنه، نه در تنهایی و موسیقی گوش دادن و چای نوشیدن.
باز توی طبیعت زیر به کرمون بردن اینجا فکر میکنم خیلی از بچه ها حوزه تخصصشون این باشه. یه مفهومی داریم به اسم جهش. در حوزه زیستشناسی جهش وقتی اتفاق میفته که شما این رشته های دی ان ای رو قطع کنید و یه چیز جدید از جوش دادن دوتا رشته ایجاد بکنید. خیلی ساده و شاید هم خیلی ناشیانه گفتم خدمتتون، ولی شما احتمالا بهتر از من. طبیعت همیشه این جهش ها رو داشته. اگر جهشی در طبیعت نمیمود همه ما احتمالا خاکستری و سیاه و سفید میدیدیم، همه ما احتمالاً همه گونه ها باید یه جور می بودن و احتمالاً همه گونه ها تا الان از بین رفته بودن. این تنوعی که ما داریم که بقای ما رو تضمین می کنه از یک جهشی اومده که نوعی خلاقیت در طبیعت. جهش رو من چجوری می تونم در کار خودم به عنوان یک مسئله خلاقانه ایجاد بکنم؟ آمدانه دستکاری کنید چیزها رو. ذهنت یه الگو داری برای پول در آوردن، یه روزی تو هفته رو وقت بذار خودتو بشون اون ور به عنوان کسی که طرفدار این ایده است، یه خود سیاه کلاه مشکیت هم بشون این ور به عنوان کسی که منتقده و شروع کن با خودت حرف زدن. بله درسته که من تو این بیزینس تو این 10 سال تونستم اینقدر موفق باشم، اما پاسخ بده اونی که دفاع داری میکنی، پاسخ بده اما یه بعدی پاسخ بده. این مداخلات رو شما مدام باید تو کارتون داشته باشید. این آدمی مونه که اون مرز موفقیت وای میسته و نگاه میکنه ببینه که تا الان اومده درست اومده یا نه. خیلی عجیب غریب به نظر میرسه ولی واقعیتش همینه. واقعیتش اینه که اگر میخواهید خلاقیت در ذهن شما تحریک بشه نباید خودتون رو تشویق بکنید، باید خودتون رو تخریب بکنید. تخریب رو هم باز گفتم معنای له کردن است، به معنای انتقاد کردن. و یه نکته دیگه، ما در مورد تعامل چی میگیم؟ مثلا خیلی من آدم اهل تعاملیم، همیشه با داداشام میشینیم مثلا با هم دیگه شام میخوریم، خانواده برای من در اولویت، من خیلی آدم تعاملی هستم، ولی از همسایه‌مون خبر ندارم. بچه‌های کلاس فقط با یکیشون میرم و میام، بقیه رو کاری باشون ندارم، به خصوص اگر از یه شهر دیگه باشن که اصلا فقط من مثلا دانشجوی دانشگاه تهران، دو تا رفیق دارم 4 سال گذشته رو با اینا رفتیم اومدیم، دوتاشون هم یزدیان، یکیشون هم اتفاقا هم محلیمونه. خلاقیت وقتی بروز میکنه که شما پذیرای غریبه ها باشید. سخته ولی باید باشید. این غریبه یه وقتایی یه دوسته در یک تیم، یه وقتایی یک فیلمیه که ذهن تو رو قلقلک میده، یه وقتایی یه آدم منتقدیه که تو همیشه ازش بدت میومده. من تو دوره لیسانس یه دوستی داشتم که خیلی بدم میومد ازش، چون همش داشت منو نقد میکرد، تو لباسات نامرتبه، تو نمیدونم خرخونی، باهوش نیستی، تو نمیدونم عادت های غذاییت این طوریه، و من از این آدم حالم به هم میخواد. یعنی اگه میومد من یه جوری فرار میکردم میرفتم، چون واقعا آدمی بود که وای میستاد شروع میکرد نقد کردن تو. و توی دوره دکتری برای اون آدم دلم تنگ میشد، بهش زنگ میزدم میگفتم فلانی یکم منو تخریب کن، من واقعیتش دلم میخواد یه کسی که بهتر از احتمالا خودم با یه حداقل یه جور دیگه ای من رو میدید حرف بزنم، برای اینکه میخوام مداخله بکنم در ذهن خودم، برای اینکه میخوام یه غریبه باشه. خیلی متاسفم برای نسل پدر مادرهای امروزی که فکر میکنن بچه ها رو باید ایزوله کنن تا ازشون حفاظت بکنن. این خیلی خیانته. ماهایی که تو کوچه خاکی‌ها بزرگ شدیم، با بیارتی رفتیم مدرسه، پشت مدرسه دعوا کردیم، سر یه لقمه غذا تو زنگ تفریح تو سر و کله هم زدیم، حداقل نمیگم خلاق‌تریم، حداقل در محیطی بودیم که خلاقیت میتونست بروز بکنه. ولی بچه‌ای که تو میذاریش تو سرویس، به راننده سرویس هم میگه حق نداری با این حرف بزنی، نمیخوام از که، و بعد میبره توی مدرسه ای که کلن مثلا 5 نفر توی کلاسن و فکر میکنی که این باید با هیچکی حرف نزنه، خب بالاخره که چی؟ میخوای فوش نشنوه؟ یعنی مثلا از سلبریتی ها توی اینستاگرام فوش نشنیده؟ باور کن که از شما همه مسائل رو فوت آب تره. این تویی که توهم برداشتی که بچت رو باید از غریبه ها جدا کنی، اشتباه میکنی.
غریبه فقط آدم ها نیستن. من منظورم اینه که شما خودتون رو باید در مرز پاسیبل ها قرار بدید. این فضای واقعیت هاست، واقعیت های امروز ما، جای خلاقیت بروز میکنه. خواهش میکنم این مدل رو به ذهنتون بسپارید، چه به عنوان یک بیزنسمن، اهل استارتاپ، دانش بنیان، به عنوان کسی که در شهر مسئولیتی داره، یا به عنوان پدر مادر یا کسی که میخواد منتوری کنه. خلاقیت اینجا بروز میکنه، جایی که شما فضای واقعیت ها رو با فضای ممکن ها برخورد میدی. چه چیزی پاسیبله، چه چیزی ممکنه. هر چقدر شما از این مرزها خودتون رو بکشون توی دل واقعیت‌ها، خلاقیت‌هاتون کشته میشه. شما ممکنه آدمی باشید که در دل واقعیت‌ها بهره‌وری بالایی داره ولی خلاقیت نخواهد داشت. خلاقیت در مرزه. تنها کسانی سرزمین‌های جدید را کشف می‌کنند که در مرز زندگی کنند. کسی که در مرکزه نمیتونه سرزمین جدیدی کشف بکنه، حرف جدیدی بزنه. یه مطالعه انجام شد و اون مطالعه نشون داد که چند تا تیم 4 نفره ساختن که یه سری مسائل رو حل بکنن. بعضی از این تیم‌های 4 نفره آدم‌ها کاملا با همدیگه آشنا بودن. در برخی از این تیم‌های 4 نفره یه نفر غریبه رو که از راه داشت میرفت بهش گفتن شما بیا بشین با این تیم کار کن. به صورت معناداری خلاقیت در تیم‌هایی که یک غریبه میونشون بود بیشتر بود. سخن آخرم، عرض آخرم، اگر میخواید خلاق باشید باید جسور باشید، اگر میخواید خلاق باشید باید پذیرا باشید، اگر میخواید خلاق باشید باید وسط میدون باشید، اگر میخواید خلاق باشید برای یه چیزی باید بجنگید. خلاقیت سوسول بازی نیست، خلاقیت کنج تنهایی نیست، خلاقیت دوری از دیگران نیست. و برای خلاق بودن شما لازمه که با دیگران فقط منظورم آدم ها نیست، هر سوژه دیگه‌ای در تعامل باشید. سپاسگزارم از همه شما.